دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتری آماده باشه، مخصوصا الان که دارید آماده میشید برای آخر هفته اگر در آمریکا هستید و کشورهای اروپایی، که دو روز شنبه و یک شنبه روزهای آخر هفته است که خودشون هم حقیقتا گیجن. از این ور میگن آخر هفته، از اون ور یک شنبه رو توی تقویم به عنوان اول هفته میذارن. اینم از این. بذارید من از شما یا شاید از آقای دکتر افشارها تشکر کنم به خاطر اینکه برنامه چهارشنبه ما رو تبدیل کردن به یک برنامه باحال. این فن هر چی که شما میگی به انگلیسی، به ایرانی میشه مترادفش رو بگید یه برنامه باحال، یعنی اونی هم که میگه فانی، خنددار، خوشحال کننده اینها هست، یعنی برنامه باحالی است. خیلی از شما دوستان از پریروز تا حالا تماس گرفتید، شنیدم با خود ایشون هم تماس گرفتید، ممنون و متشکرم. و ایشون ضمن این که خیلی خوشحال بودن به من گفتن که من، یعنی آقای افشارها، به دوستانی که باهاشون تماس گرفتن ایشون گفتن که خب من هر وقت که فرصتی باشه، دعوتی بشه، میام. ولی دوستان شما هم لطف کنید و به اصطلاح آقای سوربی و تلویزیون مردم رو حمایت کنید تا این برنامه ها ادامه پیدا کنه. از این بابت از شما ممنونم. اگر برنامه های ما رو از طریق چیز میبینید شما، بذارید ببینم چرا اون یه دفعه اون تصویر هشت باید تاریخ بذارم زیرش. دست تنها هستیم دیگه دوستان، نداریم کسی رو که اونجا نشسته باشه این کار رو انجام بده. ضمن این که مجاهدین واقعا در 50 سالگی تنها تبریکی که میشه بهشون گفت اینه که به بالاترین درجه حماقت رسیدن و با این همه خرج، این همه تلفات. آهارم داشتم راجع به مهرداد میگفتم، ما امروز مهمونی داشتیم به نام مهرداد ساغرچی در برنامه کانون آوا که به زودی خواهید دید ویدیو و باز هم هر روز پخش میشه تا جمعه هفته آینده، که امیدوارم بتونیم آقای علی اکبر راستگو رو داشته باشیم. اون مهرداد میگفت که ما افتخار میکنیم که 120 هزار کشته دادیم و من ازش میپرسیدم خب 120 هزار کشته دادی، خدا همشون هم رحمت کنه اگر خدایی هست، اگرم نیست روانشون شاد، یادشون گرامی، نتیجهش چی بوده؟ بعد میگو شما نتیجهش نمیفهمی؟ میگفتم نه آقا، اشکالی داره بنده شعورم کمتر از شما باشه؟ آقای فیلابی، آقای مرداد، آقای قربانی، آقای امیر آرام، آقای خانم مرضیه که فوت کردی، خدا بیامرزتت، بیا به خواب ما بگو ببینیم نتیجه کشته شدن 120 هزار جوان چی بوده. آیا اینایی که الان زنده موندن 50 خورده 60 سالشون هست در کمپ لیبرتی آرزو نمی کنن ای کاش اینها هم مرده بودن تا اقلا نام نیکی ازشون باقی میموند؟ سازمانی که آرزوی اعضایش این باشه که بمیرن، آخه ببخشید، باید بر این سازمان اون شعره رو خود تو دیگه میدونید. اینم از این. در هر صورت برنامه بسیار جالبی بود، حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. و همون جوری که گفتم 50مین سال تأسیس مجاهدین هست، به همین جهت آقای رجوی فکر کنم تا حالا 50 تا زن رسمی و غیر رسمی گرفته و در رقصهای نمیدونم صباح سحر چیه باهاشون خوش گذرنده و اینها، و به ایشون هم تبریک میگیم، امیدواریم خسته نباشن. و شما خودتون جزء سازمان مجاهدین هستید، بیاین اینجا صحبت کنید، هوادار هستید، بیاین اینجا صحبت کنید، نیستید مثل من یه شخص معمولی هستید که از دور وایسادید و به اینها نگاه میکنید، بیاین نظرتون بگید آیا به نظر شما اینها 50 سال که کار کردن، زحمت کشیدن، کشته دادن، نتیجه‌ای حاصلشون شده یا بیگاری بوده و کار کردن عضو، میخوام در مثل مناقشه نیست، کار کردن خر، اعضا و خوردن یابو، آقای رجوی و ابریشمچی و خانم مریم. ببینید عکسای اینا رو ببینید، قیافه هاشون چند سال پیش چجوری بوده الان چجوریه، و عکسای زنهایی که در لیبرتی هستن که ریش و سیبیل دارن، ماشاءالله از من ریش و سیبیل هاشون بزرگتر و بیشتر. خب این هم از این. ببینیم که
پرژن اینترنت تی وی باکس. به 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 به، هر دم از این باغ بری میرسد، هر روز باکس های جدیدتری میاد. و این هم مژده باید بدیم که جی ال ویز یا تی وی باکس یا دیگران فکر نکنن که اینها میتونن انحصار طلب باشن و انحصار داشته باشن و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. زمان زمان رقابت است و زمان زمان اطلاعات، اون هم اطلاعات باز و در دسترس همه. باز هم از آقای کاظم افشارها، دکتر کاظم افشارها تشکر میکنم و شما بپرسید از ایشون، شما خودتون فکر کنید یا وظیفه یا سهم شما بینندگان چی است. امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد رو خواهیم دید. من میگم برنامه ها رو معمولا نگاه نمی کنم، میذارم روزی که سر ساعتش هست، که برای من هم به اصطلاح اون نو بودن و جدید بودن رو داشته باشه. باور کنید من وقتی میخوام با یک کسی مصاحبه کنم، به من میگن که امروز میخوام در این رابطه صحبت کنم، میگم ببینید به من الان نگید، چون الان به من بگید بعدا ممکنه یه دوستی داشتیم دست میذاری زیر چونش چرت میزد. میدونید توپلم بود، خب دیگه میدونید اینا آدمایی که توپل میشن، خون میخواد به اکسیژن و نمیدونم بدنشون برسه سخته. مهمونا رو میآورد صحبت میکرد، بعد دست میذاری زیر چونش خوابش میبرد. چرا ما اسم نگیم؟ ما که از کسی ترس نداریم. آقای بهبهانی بود و من اون موقع میگفتم این بهبهانی چقدر میدونه. حالا نگو. آقای پارسا بناب سوالا رو مطالب رو برای ایشون نوشته بود، صبح میومد کاغذ رو به ایشون میداد، هیچ اشکالی هم نداره، ولی آدم باید بگه. شما ببینید برنامه آوا اینها میان میگن ما میخوایم امروز در این موارد صحبت کنیم، بنده هم اینجا مینویسم، میبینید مینویسم یکی یکی موارد رو، بعدم خط میکشم وقتی دربارش صحبت کردم. این اشکال نداره، ولی اگه دروغ بگیم بیایم اونجا بشینیم، خب آقای پارسا بناب من اینجوری و اونجوری، تظاهر کنیم که من میدونم، وقتی که پارسا بناب آمده این رو مثل چی میگن چپتر به چپتر، فصل به فصل گذاشته که تو عنوان کنی اون بپرسی. یعنی اون موقع شما به عنوان یک مجری برنامه عمل کردی، حالا پول میگرفتی پول میگرفتی، پول نمیگرفتی دوست داشتی جلو تلویزیون باشی و الی آخر. در هر صورت این از این ماجرا. برنامه امروز، من دیروز با یکی از دوستان تماس گرفتم که اگر امکان داشته باشه امروز مهمان ما باشن. ایشون در کالیفرنیا هستن و تعداد برنامه‌های رادیو و مقالایی که می‌نویسن و اینها خیلی زیاده. گفتن که هفته آینده جمعه، دوستان همین الان در تقویمتون بنویسید جمعه 11 11 صبح به وقت کالیفرنیا که میشه 2 بعد از ظهر به وقت ما، مهمان خوب و دانشمندی رو داریم که من با ایشون خیلی مخالفم و میان درباره تاریخ صحبت کنن، مخصوصا این چند بحثی که آقای احمدی نصر احمدی کردن درباره این که بابا امیرکبیرم، امیرکبیری که فکر میکنیم و ازش دروغ ساختن نبوده و اینها. و میدونید دیگه ما در دروغ ساختن و چی میگم افسانه ساختن استادیم. اگر رایج شده هی به همدیگه میگیم استاد استاد، حقیقتا رومون نمیاد به همدیگه بگیم دوست دروغگوی بزرگ، میگیمش استاد. معنیش رو خودتون بفهمید. پس کلمه استاد رو با احتیاط استفاده کنید. این از این. و اما تلویزیون فرهنگ ایران زمین، آقای پرویز نظامی برنامه‌هایی رو از نیویورک اجرا میکنن. یه تلویزیون فرهنگیه دیگه، اسمش داره میگه فرهنگ ایران زمین. اگر شماها از تلویزیون‌های سیاسی یا اونایی هم که مثل ما میگن آقا ما سیاسی نیستیم بلد نیستیم، ولی بازم نگاه میکنی همش سیاسی خسته شدید، برید و تلویزیون پی سی تی وی ایران، خیلی ساده است، Persian Cultural TV PCTVIran.com نگاه کنید، با ایشون در تماس باشید، برنامه میخواین، آگهی میخواین، با ایشون چیز کنید، به اصطلاح تماس بگیرید. حالا اگر یه فرصتی هم پیش بیاد ما سعی میکنیم که یک مصاحبه هم با ایشون داشته باشیم. دوستانی که تماس میگیرید و میگید آقا تلویزیون آقای شهافر چی شد، آزاد اندیشان چی شد، گفت که
بعضی وقتا یکی میگه که دوست داشتن دوستانی مثلا فلانی احتیاج به دشمن ندارم. گویا آقای جاوید شهافرم یه دوستی آمده به لباس دوستی و ایشون بنده خدا وقتی که اطمینان کرده و همه داراییش رو در طبق اخلاص گذاشته و با ایشون، اون آقا هم تا اونجایی که تونسته زده دمیج یعنی خرابکاری کرده و امیدوارم بتونه آقای جاوید شهافر به اصطلاح از این مشکل و معضل بیرون بیاد. و من به ایشون گفتم تا موقعی که تلویزیونشون راه نیفتاده میتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن مثل همون اوائلی که آمدن. من بعضی وقتا یه مقداری شیطونی میکنم و به این دوستان میگم خب اگر سربی تلویزیون باز کرده شما چی کم دارید؟ حقیقتا باید بهشون بگم که سربی تلویزیون باز کرده ولی از 6 صبح تا 11 شب کار میکنه، از 11 شب تا 6 شب نگران فردای تلویزیونه. در اصل کار مشکلی هست، ولی اگر عشق و علاقه داشته باشید، درست مثل عشق که کار مشکلیه ولی وقتی شما عاشق هستید اصلا اشکالاتشو نمیبینید، این هم کار خوبی هست. و اما Why are we wasting time؟ بله، آقای مارک وارنر یکی از خوبی هایی که این کشور داشته و هنوز هم داره و امیدوارم از بین نره، این ارتباط نمایندگان و سناتورهای مجلس با مردمه. ما اینجا آقای مارک وارنر رو داریم، ایشون قبلا حتی گاورنر یا فرماندار ویرجینیا هم شد، بعد دوباره برمیگردن، اینها میدونید میرن سناتور میشن، دوباره میان نماینده مجلس میشن و الی آخر. امروز ایشون برای من دوباره به اصطلاح، چون ما تلفن زده بودیم گفته بودیم که این توافق ایران و آمریکا و اینها رو شما هم قبول کنید و اینها، خب توی لیستشون هستیم، خیابان دو طرفه است، از این ور ما از اونها انتظار داریم، اونها هم از ما انتظار دارن و برای ما نوشته که ما در رابطه با بودجه هم که تا یک ماه دیگه دوباره این تهدیدها میاد و بودجه آمریکا میخواد دولت رو به اصطلاح تعطیل کنه و اینها، این نوشته هیچ کس به اندازه من روی این کار نکرده و زحمت نکشیده و امیدواریم که ایشون موفق باشه و بتونن این بودجه رو به موقع تصویب کنن که گاورنر یا دولت تعطیل نشه. باورتون میشه وقتی که شما دولتی دارید که دولت سرمایه داری هست، خب اینجوری میشه، این کارگری هست که میرید از 7-11 میارید، باید بهش پول بدید، اگه شب بهش پول ندید بگید فردا صبح بیا، اون میگه باشه فردا صبح میام، ولی نمیاد. اینجا هم کارمندای دولت همینه. سلام دوستان، به پیوست روشنگر 96 را همراه اطلاعیه سیامک ستوده درباره مهاجرین افغان در ایران و نوشته معممهای بی امامه و در پاسخ به تراژدی مرگ انسانها در اتریش و یک شعر از فریدون مشیری را برایتان ارسال میکنم. موفق باشید روشنک. اطلاعیه آقای سیامک ستوده در مورد اعلام پوشش درمانی و تحصیلی برای کارگران افغان و کودکان آنها. آقای سیامک ستوده، این آقای جلیل بهار یه دفعه با دوستان بهایی در افتاد و یه حرف خوبی زد، گفت چرا دوستان بهایی نمیان بگن آقا آزادی برای ایران، برای ایرانیان، مگه شما تافته جدا بافته هستی؟ البته من گفتم خب اینها ظلم مضاعف بهشون شده و بله ممکنه یه نفر تو گرما باشه بگه به من آب بدید، ولی اگه یک نفر تو گرما باشه قلبشم بخواد بگیره، اون داد میزنه میگه آقا من دارم میمیرم، پس باید به اون رسید. در هر صورت شما دوست عزیز، سعی و تلاش و کوششت رو، مخصوصا شما که جهان وطنی هستی، برات کشور مهم نیست، برات ایرانی بودن مهم نیست، انسان بودن مهمه و دنیا مهمه، سعی کن در یک چی میگن وسعت بیشتری صحبت کنی، سعی کن ایران رو درست کنی، سعی کن تمام ایرانی ها، تمام اونهایی که اونجا هستن بیمه هاشون درست بشه، افغانی ها هم کارشون درست بشه. و الا شما حالا ببینی بله توی تلویزیون پیام افغان برنامه داریم، بعد دوستان افغانی هم ممکنه حالا یه کمکی بکنن، اینجوری باشه، این خیلی بده، نشون میده که شما هم به خاطر پول جهتتون عوض شده. امیدوارم من اشتباه کنم و اینجور نباشه. ضمناً یادتون باشه دوستان، سیامک ستوده
کتابی رو نوشت زن و اسلام یا زن در اسلام. باز این سوربی اولین تلویزیون بود و اولین مجری، اون موقع تلویزیون من نداشتم، اولین برنامه گذار و مجری تلویزیون بود که جرأت پیدا کرد با ایشون مصاحبه کنه. ولی آقای سیامک ستوده چی میگفتن؟ هاشا به غیرت شما که حالا که پول در میاری پولاتو تو تلویزیونای دیگه خرج میکنی، اب نداره. گفت ما ز یاران چشم یاری داشتیم. و اما این نیاک نشنال ایرانیان امریکن کانسل، سازمانی که من باور دارم این بچه‌ها که جوان بودن الان هم هنوز جوان هستن، اینها فهمیدن که از چه دری باید وارد سیاست آمریکا بشن و با زبان خود آمریکایی‌ها باید صحبت کنن. چون شما وقتی با یک کسی با زبان خودش صحبت میکنید، اونها شما رو از خودشون میدونن. اینها هم نوشتن که four of these undecided senators need to vote for peace. این که دیگه الان تموم شد، شد از 34 هم رفت رو 37 و ما تبریک میگیم و از اون ور تسلیت میگیم به مجاهدین که این همه پول خرج تلویزیون های آمریکایی کردن، این همه پول خرج صفحات فول پیج، اینجا بهش میگن آگهی های تمام صفحه کردن، ولی به جایی نرسیدی آقایون مجاهدین، خانم های مجاهدین، آقای فیلابی. من در برنامه قبلی هم به شما چند تا نصیحت برادر کوچک به برادر بزرگتر کردم، امیدوارم به خودتون بیان. اگر به اصطلاح بعد از 50 سال، بعد از 120 هزار کشته، سازمان مجاهدین به اینجا رسیده، متاسفم و تا دیرتر از این نشده یک کاری انجام بدید. و اما میدونید که خیلی از دوستان ایرانی، مخصوصا از موقعی که جمهوری اسلامی آمد سر کار و اینها، دشمنی و خشونت خودشون رو درباره عرب‌ها ابراز میکنن و فکر میکنن وقتی که بگن با عرب دشمنیم نشانه روشنفکری اینهاست. آقای هوشنگ آریانپور بعد از اینکه یک پاورپوینتی راجع به عربستان سعودی هست که اینها کجا بودن 50 60 سال پیش و الان کجا هستن از لحاظ ساختمان‌های و ساختمان‌های شهری و به اصطلاح چی بگن وسایل رفاهی و اینها، ایشون این نامه رو نوشتن: جهت اطلاع آن افرادی که عرب‌ها را ملخور، وحشی، پابرهنه، سوسمارخور، بی سواد و بی شعور می دانند و گمان می کنند در ایران شاهنشاهی گذشته ما این دو پدر و پسر بودند که با نبوغ استثنایی خود باعث شدند کشور عقب افتاده ایران را در ردیف اول کشورهای متمدن جهان قرار دهند، حال با دیدن این عکس ها ثابت می شود که نبوغ آن دو شاه نبود که کشور ایران به پیشرفت هایی دست یافت، بلکه این پول نفت بود که پادشاه عظیم الشأن ما را وادار کرد با بازگرداندن همان دلارهای نفتی به غرب تا حدی کشور را بزک کند، ظاهری دلربا نشان دهد، ولی موفق نگردید فهم و شعور برای اکثریت شهروندان بی سواد، فرصت طلب، چاپلوس و باری به هر جهت بی وطن ما را بالا ببرند. نتیجه این بزک کردن ظاهری را ما در بهمن 57 مشاهده کردیم. حال اگر کمی صبر کنیم نتیجه بزک کردن، ببینید چقدر قشنگ این آقای آریانپور نکته ها رو یا نقطه ها رو به هم وصل میکنه و از اون نقاطی که ما میبینیم یه شکلی ترسیم میکنه که شکل معنا داره، عکس میشه، عکس نه برعکس ها، عکس میشه، یه فرتور میشه و ما میتونیم ببینیم. میگن که نتیجه این بزک کردنهای ظاهری دو پادشاه پهلوی را ما در بهمن 57 مشاهده کردیم. حال اگر کمی صبر کنیم نتیجه بزک کردن عربستان و شیخ نشینهای عربی را نیز در آینده نزدیکی مشاهده خواهیم کرد. اطمینان داشته باشید، ممکن است دیر و یا زود داشته باشد، ولی سوخت و سوز ندارد. یک چیزی هم باهاش فرستادن که حدود 8
مگابایت میشه با ایمیل فرستاد. هر کسی میخواد این عکس‌ها رو بفرستم، ولی چیزی مهمی نیست. عکس‌های جدیدی هست از کشور عربستان، ساختمون‌های قشنگ و نور و پروژکتور و الی آخر، درست مثل همون جشن‌های 2500 ساله که پوز بود. آقای مینو بنده خدا میگه پادشاه ما جشن 2500 ساله انداخت. من رفتم با آقای مینوی صحبت کردم، ولی دیدم متاسفانه شرایط تلویزیون ای2 با این روشی که تا یکی صحبت میکنه به آقای مینوی، آقای امیدوار از اون ور حمله میکنه، آقای ناصر توکلی از اون ور حمله میکنه. و این صحبتی رو که دوستان به من میگفتن و من باور نمیکردم، میگفتن آقا صحبتهای آقای دکتر نصر احمدی رو گوش کن، آقای ناصر توکلی و امید و امیدوار و اینها مثل شعبون بیمخ میریزن سر ایشون. من گفتم خب ایشون نره، وقتی میبینه اینجوریه، وقتی به شما رو جایی دعوت میکنن که افراد معمولی اونجا نیستن، افرادی رو گذاشتن تخم مرغ و گوجه دادن دستشون، گوجه فرنگی که شما که میای بزنن تو سر شما املت درست کنن. خب دوست عزیز، آمریکایی‌ها میگن شما یک بار من رو گول زدید، خجالتش برای شما. دو بار اگه من رو گول بزنید، خجالتش برای برای من. نره آقای نصر اونجا، من دیگه نمیرم تو تل برنامه آقای مینوی. آقای مینوی عزیز، شما اگر یک کارمندی داشته باشید که برای شما داره کار میکنه، زنگ بزنه بگه که من میخوام یه مهمونی بدم توی تگزاس، 500 نفر رو هم دعوت کردم، شما رو دعوت میکنه، شما و همسرتون میرید اونجا، در راه که دارید برمیگردید به خودتون میگید آقا خانم این کارمند ما یا بلیتش برنده شده یا دیوانه است و داره با کردیت کارت خرج میکنه، میخواد پوز بده، شایدم دو سه نفر رو بتونه کلک بزنه، گول بزنه، ازشون وامی چیزی بگیره، ولی ما میدونیم این فردا سرنگون میشه وقتی که بیل، ماشاءالله بیل میاد به موقع، وقتی که این بیل میاد در خونتون صورت حساب، شما وقت دارید. و اون وقتا 30 روز بود به اضافه 5 روز، بعد کردنش 30 روز، بعد کردنش 25 روز، الان دیگه دقیقا نمیدونم چند روزه، من فقط به اون دیو دیتاش توی تقویمم مینویسم. و گرچه میتونم اینها الان کپیتال وان اینجا نوشته جولای 24 تو آگست 23، یعنی برای 33 روز. بعد این پیمنت رو که فرستاده که دیوه نشته سپتمبر 20. البته الحمدلله رو این ما یه چیزی پس دادیم، 48 دلار هم کردیت داریم. در هر صورت مهم نیست، شما دیگه همه تون میدونید. آقای مینوی پوز عالی جیب خالی چه فایده دوست عزیز؟ اونهایی که اهل تاریخن، اونهایی که اهل به اصطلاح چیزای سیاسی هستن، میگن همین جشن 2500 ساله تیشه ای بود به ریشه خودش. شما حالا هی بگو رضا شاه، هی بگو محمد رضا شاه، بعد من میام رو خط شما میگم تفاوت شما که میگید آقا حالا اگر خدا بده ولی از خدا چیزی نگید کافر میشید، ما میزنیم با داعش میکشیمتون، با اینایی که نمیدونم شما هی میگید چون رضا شاه اینجوری گفته بگیم خوبه، چه فرقی دارید شما؟ آقای امیدوار فوری میپره آقا نمیدونم بغداد دانشمندا، ایشون هنوز نمیدونه بغداد جزء ایران بوده، صاحب تلویزیون برنامه گذار نمیدونه اصلا کلمه بغداد، اسم بغداد ایرانیه، ایشون نمیدونه قبل از آقای رضا شاه ایران دانشگاه داشته، دانشگاه همون جندی شاپور یا گندی شاپور بوده، بعد عربا اومدن نتونستن بگن گفتن جندی شاپور. بعد جالب اینجاست خود آقای ناصر توکلی میاد میگه آقا دارالفنون رو داشتیم، ولی خب دارالفنون کوچولو بود، برو ببین حالا رضا شاه چی ساخته. گفتم در چند سال دارالفنون تا دانشگاه تهران فاصلهش چند سال بوده؟ گفتم آقا بنده وقتی دنیا اومدم اینقدر بوده، الان که 59 سال گذشته اینقدر شدم، پس 60 سال 50 سال 30 سال که میگذره همه چی عوض میشه. بنده 30 سال پیش آمدم در آمریکا تو یه اتاق 4 نفر زندگی میکردیم، الان 4 تا اتاق خالی افتاده اینجا. آقای ناصر توکلی این منطق شما ببخشید، برید بدید دم دکون نونوایی ببینید یه دونه نون توست 99 سنتی بهتون میدن، و هر وقت خواستی خوشحالم که وقتی هم به دیگران میگید بیان اونجا صحبت، میگن ما شماها را قبول نداریم، شماها آدمای
عادلی نیستی، شماها نمیتونید مادریتور باشید ولی حاضریم سوربی اونجا مادریتور باشه. کلمه مادریتور اینجا میتونیم به برگزار کننده برنامه، نه اون کسی که مدیریت میکنه، برگزار کننده کسی که پول میده و جا میگیره و اینها، یک کسی هم به عنوان مجری میاد، به عنوان چی بهش میگن، MC Master of Ceremony. ولی کسی که مادریتور میشه اون کسی که وقتی دو نفر میخوان مصاحبه کنن اینها، میگه که شماها 3 دقیقه خودتون رو معرفی کنید، بعدن 2 دقیقه تو صحبت کن، 2 دقیقه این صحبت کن، اون دوتان باید بهش احترام بذارن، هر وقت این گفت ساکت ساکت بشن، اگر نه این حق داره بگه خفه شید یا صداشون رو ببنده. در هر صورت شماها نشون دادید که آدمهای نمیخوام بگیم عادل، ولی آدمایی نیستید که بتونید خودتون رو کنترل کنید و حرف دیگران رو بتونید آزادانه پخش کنید. این دوستمون نوشته که امروز است قرار است اینترنت من درست شود، ولی حیفم آمد که این را برای شما نفرستم در اندک زمانی که دارم. ببینید دوستان، اگه اینترنتتون هم خرابه، شما میتونید برید کتابخونه، میتونید برید توی بعضی از هتل‌ها یه کافی بخرید توی لابیشون، بتونید برید توی استارباکس بشینید و اونجا از اینترنت اونها استفاده کنید. این روزا شما توی مال اگه برید، همشون دیگه، من چه قدر مطلق استفاده کنم، قریب به اتفاقشون به شما مجانی اینترنت میده. برید کارتون انجام بدید، یه دونه کافی هم بخرید، یه دونه نوشابه هم بخرید که اونها هم یه پولی درآورده باشن. در هر صورت میگه که sad truth about modern society، میگه که حقایق غمگین درباره اجتماع جدید ما. ببینید همه سرشون روی کامپیوتر، میدونید این تلفن‌های دستی دیگه الان یه کامپیوتر کامله، واقعا از کامپیوترهایی که مثلا من سال 87 یا 88 اگه اشتباه نکنم اولین کامپیوتر خریدم، 2000 خورده دادیم یک آشغال یه جعبه آهنی گنده‌ای، اینها 100 برابر اونها کار میکنن. بعد نشون داده و میگه که چجوریه، مثلا این یه تله موش رو گذاشته، نوشته که happiness this way، یعنی به تمام این تابلوهای راهنمایی توجه نکنید، بعضی از اینها شما رو میبره. یه 100 دلاری گذاشته اینجا، اینم موشه، آقا موشه میره 100 دلاره رو بگیره، این تله موش افتاده روش و جان عزیزش رو از دست داده. و اما اینجا هم میگه که این، بذارید اینا رو کوچیک‌تر کنم یا در حقیقت تصویر رو برای شماها بزرگتر کنم. گفتم ما اگر یاری داشتیم و یاوری داشتیم، اینها را اگر ما به صورت عکس بگیریم آماده کنیم، بعد به صورت فوتو استوری، یعنی عکس هایی که داستان همراه دارن، به چرخه پخش کنه، حالت ویدیویی داشته باشه، خیلی قشنگ تره. ببینید میگه که توی آمریکا ما به این صورت الان در اومدیم، دیگه شدیم یک قسمتی از مبل، از این ور کوکاکولا مثل سرم به دستمون نسبه، از اون ور داریم کامپیوتر و تلفن نگاه میکنیم و این دستگاه ها دارن به ما خوراک میدن. میبینید دیگه همه اینها با لوله و اینها. اگر دقت کرده باشید یه فیلمی رو چارلی چاپلین بازی کرد به نام عصر جدید، و اون موقع اون بنده خدا چقدر قشنگ انتقاد کرده بود از این سیستم های مونتاژ و به اصطلاح همون عصر جدید دیگه، مدرن تایم میشه دیگه، که چه بدبختی با خودش میاره. و این هم باز یکی دیگه، میبینید که از اون طرف این شرکت ها پولدار ها به اصطلاح مدفوع خودشون رو که به صورت تولیدات هست به این صورت به خورد مردم میدن، البته عکس مردم رو هم مثل خوک کشیده و مردم این به اصطلاح مدفوعشون میشه پول برای این، و این دایره زندگی عصر جدید به این صورت داره دور میزنه. در رابطه با اینکه نیاری هست و نیاوری، ضمن تشکر از آقای بهروز از کانادا که زحمت کشیدن لینک ها رو فرستادن، اولا خود این بنده خدا با یه مشکلی
مواجه شد که آقای یوتیوب بهش گفت هی بهروز خان خیلی داری این لینک ها رو این ورمون ور میفرسی، نکنید داری از ما پول میسازی، و هی بهش هارد تایم میده، اذیتش میکنه. بعد از اون طرف من این لینک ها رو که میومد با یه پروگرامی لینک های یوتیوب رو تبدیل میکنیم به ویدیو، یعنی ویدیوش رو دانلود میکنیم. امروز صبح اون پروگرام هم به اصطلاح دوچار مشکل شد، و این چیزی نیست به جز اینکه اینها نشون میده که قشنگ اینها میدونن ما داریم چه کار میکنیم، شما دارید چه کار میکنید، و کجا میتونن یقمون رو به چه صورت بگیرن. و اما این هم ماجرای رفتن سر کار مردم به وسیله مترو، همه مثل موش میبینیم که در هم میلولند و میرن و میان. شماها اگر با مترو مسافر به اصطلاح برید سر کار و بیاین، میبینید بعضی وقتا یه نفری میاد بعضی که شما وای میسه که بوی گند عرق یا بوی کثافتی که چند روز دوش نگرفته، آخ خدا نصیبتون نکنه. در هر صورت این هم اینجا باز نمیدونم این ماجراش چیه، ولی باز هم حکایت میکنه کنتاکی فراید چیکن و نوشابه ها، اون آقا اون ور نشسته آبجو میخوره و نشه، این خانمم این ور داره کنتاکی فراید چیکن میخوره و نوشابه، و میبینید که چگونه چاق شده و هیچ کدام دیگه به هیچ کدام به هم دیگه نگاه نمیکنن و هر دو دارن به تلویزیون نگاه میکنن. و اما این ماجرای گفته بودم قبلا که ما که هر جا میرسیم فوری باید سیم تلفنمون رو بزنیم تو برق، مثل این شده که ماها شدیم حیوانهای اهلی، یعنی سگ و گربه این تلفن، و این بهترین به صورت بهترین وجه توضیح داده که این اسمارت فون یک حلقه یا یک اینجا چی بهش میگیم، لیش یا گردنبند، نه افسار ما دست تلفنامون هست. بعد حالا اون سگه هم افسارش دست ماست، اون سگه هم گربه، اون گربه هم موش، اون موش هم حیوانات دیگه، و این سلسله مراتب داره اجرا میشه. ای کاش دوست نازنینی که این رو برای من فرستاد لطف میکرد و یک چه باید کردی هم، یعنی پاسخ چه باید کرد رو هم به ما میداد. و اما این هم در رابطه با محیط زیست هست که میگه افرادی که قوانین محیط زیست رو رعایت نمی کنن و دارن کره زمین رو نابود می کنن. این کلمه چیپر که اینجا نوشته یک ماشینی هست که از اینجا شما چوبو میریزید داخلش، مخصوصا درخت و شاخه ها و اینها، از اون ور اون رو چیپ کردن، یعنی کوچیک کوچیک کردن، و کوچیک میکنه میریزه بیرون. ولی میگه حاصل اینها کره زمین رو دارن از بین میبرن، از اون ور یه مقداری دلار به دست میارن. و اما این خیلی جالبه در رابطه با سانتا کلاوز یا بابا نوئل یا پاپا نوئل، هر چی که میگید، نشون میده که این هم یک سوئت شاپ داره و درست مثل ماجرای بردهداری و اینها داره با شلاق مردم رو میزنه که زودتر درست کنید بفرستیم بره. یه جورایی ممکنه طعنه به آمازون هم باشه، چون آمازون جدیدن آمد که این خیلی کارمنداش و اینها رو به اصطلاح به صورت بدی تریت میکنه، یعنی چی میگن باهاشون رفتار بدی داره. و اما اونهایی که میگن ما آقا نشستیم تلویزیون نگاه کردیم چیزی یاد نگرفتیم و فلان اینها، این هم یک حقیقتی هست، حقیقت تلخی درباره تلویزیون ها، نه فقط تلویزیون های ایرانی که تمام تلویزیون های دنیا الان به این صورت هست. میبینید که یک گاو شاخداری نشسته اینجا در حال روزنامه خوندن و تخلیه خودش هست و تلویزیون شما زیر اون قرار گرفته و به اصطلاح مدفوع ایشون رو شما اینجا تحویلتون میدن، مگر اینکه شما بگردی ببینی کدام تلویزیون هست که ازش چیزی یاد میگیری یا مطالبی که میگه براتون مهم هست و به درد روز میخوره. و اما این هم حکایت از صبح دوشنبه میکنه، ماندی روز دوشنبه، که روز دوشنبه وقتی میاد اینجوری مثل
یک خفاش مردم به وحشت میفتن. فکر کنم این باشه. اگر منظور چیز دیگه است خوشحال میشم دوستان که این رو دیدن و اون دوستی که این رو ارسال کرده برای ما هم بگه. و اما این یکی رو هنوز متوجه نمیشم که چیه. توی مغز هر کدوم از ما یه حیوانی هست و نمیدونم این رو متوجه نمیشم. اگه کسی این رو متوجه میشه لطف کنه برای ما بنویسه یا زنگ بزنه پیام بذاره بگه. باز بعدی هم همینه، نمیدونم این منظورشون به جرم هست، چون جرم و میکروب و ویروس و اینها رو به این شکل میکشن معمولا و احتمالاً این هم لندفیل هست، یعنی جایی که ما آشغالا رو میبریم اونجا به اصطلاح دفن میکنیم. و این هم ماجرای باز بهره کشی از کارگران که اون آقای توپل و چاق اون بالا رو ماشین رویز رویزش و افراد پایین دارن این رو میبرن و بارش روی دوش اینها هست. و اما این یکی ببینم چی نوشته، نشون میده سیستم خانه های اینجا که بله نوشته که I can't take this چند تا نقطه anymore. این تو ببخشید توی ادارات هست. میدونید فیلمای آمریکایی رو شما نگاه کنید، ما از قدیم هم میدیدیم، میگفتم چرا اداره پلیس اینجا مثلا کلینت استوود میاد اونجا همه میز گذاشتن توی سالن بزرگی. این یه حسن داشته یک عیب بزرگ. حسنش این بوده که همه چون در معرض دید عموم بودن کار غیرقانونی و اینها نمیتونستن انجام بدن. اشکالش اینه که مردم رو از صورت انسان به ماشین تبدیل میکنه و میبینید که اینها همینجوری وایستادن و همه مثل ماشین پشت میز و کامپیوتر. ناگفته نماند چند تا مأمور اینجا وایستادن بالای سرشون و یکی از اینها فریاد زده I can't this فلان anymore، من دیگه نمیتونم تحمل کنم، طاقتم طاق شد. ولی این یکی خیلی قشنگه. ماهایی که مخصوصاً به خاطر زندگی آمریکا، همسر کار میکنه، شوهر کار میکنه، زن کار میکنه و میایم و یه چیز حاضری میگیریم که بهش میگن فست فود. ببینید این فست فود رو چجوری تعریف کرده، میگه از کشته شدن و تلمبار کردن این حیوانات ما نشستیم بالا داریم یک جعبه کنتاکی فراید چیکن هم دستمونه میخوریم، یک لوله یا نی یا استرا هم گذاشتیم و کوکاکولا نوش جان میکنیم. چون اگر این آشغالایی که میخوریم پشتش یه اسیدی مثل کوکاکولا نخوریم دو روزه منفجر میشیم. این کوکاکولا یه آزمایش کنید، یه تخمرغ آب پز رو بذارید داخلش، یه لیوان کوکاکولا بریزید، بعد روز دوم بیاین دست بزنید به این تخمرغ آب پز که پوستش سفت بوده ببینید چی میشه، روز سوم چهارم بیاین ببینید چه به سر اون تخمرغ بیچاره آمده. سعید عزیز میگه من در راه هستم که برم سان دیگو ولی تلفن تلویزیون مردم کار نمیکنه. متاسفم سعید جان ولی چه کنم، گفت که دست تنها نمیتونم واقعا به همه جا برسم. اون روز که شما گفتین من برای این دوستان فرستادم، بعد امتحان کردم دیدم کار میکنه. ما احتیاج داریم، همین شما مثلا، شما بگی من تیکر میکنم از تلفن، هر وقت شما برنامه داری من تلفن رو امتحان میکنم، اگه کار نکرد به آدیووان با آقای جورج تماس میگیرم، میگم آقا این لینکه داره کار میکنه چرا تلفن کار نمیکنه. ولی نمیکنی. این ضرب المثل همه بکنیم یاری تا فلانی بکنه خونه داری و اینها، این چیز بدی نبوده. این همون بوده که وقتی یکی ازدواج میکرده همه براشون کادو میبردن که اینها زندگیشون رو شروع کنن، که نخواد این بنده خدا حالا قوری نداره، ظرف نداره و اینها، از همون اول ازدواج طلاق بگیرن و دعواشون بشه و اینها. همه میکردن یاری تا یک نفر بکنه خانه داری، بکنه شوهرداری، بکنه همسرداری. ما نمیکنیم. تازه این سعید خوبشه، این شب و روز به من کمک میکنه، هر وقت مشکلی دارم راهنمایی میکنه، وقت میذاره، وقت خونش و زن بچهش میذاره برای من. ولی نداریم کسی که تعهد بده که آقا این قسمت رو من انجام میدم، اون قسمت رو اون یکی انجام بده. خود من نباید بیام اینجا وقتی برنامه شروع میشه نگران باشم که یو استریم کار میکنه یا نه. حالا یو استریم که شیر کرد با فیسبوک، این فیسبوک سوربی با فیسبوک مردم تیوی کار میکنه یا نه. اینا رو هر کدوم از شما اگر انجام بدید
اون وقت مشکل حل میشه. هر کسی یه بار کوچولویی رو به مقصد میرسونه، ولی اونجا که رسیدیم دوباره این بارها رو که بذاریم کنار هم میشه ازش یه کاخ بسازیم. حالا ما که نمیخوایم تو کاخ زندگی کنیم، حالا میشه یه خونه، یه سرپناهی بسازیم داخلش زندگی کنیم. خب بریم دوستان عزیز، ساعت 2:48 دقیقه است و امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه بسیار جالبی رو از ایران فرستادن و من این برنامه رو چون دیروز وقتی که ویدیو رو داشتم نگاه میکردم، جمعه هفته قبل من یه اشتباهی کرده بودم و برنامه رو بار اولش درست پخش نکردم و به همین خاطر از ایشون عذر خواستم. به جاشم یه دونه براش فیسبوک که معمولا یه $10 چارج میکنیم براش گذاشتم. ما تا اشتباه میکنیم قبول میکنیم، میگم آقا اشتباه کردم، معذرت میخوام، بابتش هم اینقدر میدم. ولی دیدم دوستان خیلی دست و دلبازن، میگن آقا اب نداره، و نشستم این برنامه رو نگاه کنم مطمئن بشم درست ضبط شده و اینها. هی که نگاه کردم هی بیشتر جلب شدم، نشستم و دیدم که بابا دوستان بهایی، آخه دیگه شما چرا این کار میکنی؟ این شعری که ایشون میگه اصلا مال طاهره قرة العین نبوده، این شعر 200 سال قبل از طاهره بوده و نمیدونم. والا بازم میگم که شما که ما اینقدر امید بهتون داشتیم، اینجوری تو خالی نه چی بگفتم تو زرد از آب در اومدید، وای به حال دیگران. دوست عزیزی پیغام گذاشته، ببخشید باور کنید من سال هاست که طرف زنگ میزنه میگم آقا خب اگه دوست دارید خودتون رو معرفی کنید، میگه ای آقا شما منو نمیشناسی. دیگه یه جوری شده بود تا یکی میگم منو نمیشناسی قطع میکردم تلفن رو، میگفتم نه آقا اگه میشناختم شما فکر میکنی من دیوونه و احمقم که ازت سوال کنم شما کی هستی؟ بعد ادب به آدم حکم میکنه. کسی که زنگ میزنه، من میبینم شماره تلفن آقای دکتر افشارها، زنگ که میزنه شماره رو میشناسم، باز بهش میگم من سربی هستم تلویزیون مردم بفرما. ایشون هم میگه من افشارها هستم، میخواستم در رابطه با این دوستی که لطف کرده زنگ زده صحبت. ما ملتی هستیم که آقای اجلالی آمده اینجا اولین کامپیوتر رو برداشته برده برای وزارت دارایی و وایساده اونجا کار کرده، تلفن که زنگ میزده این گوشی رو بر میداشته میگفته من حسن اجلالی هستم سلام بفرمایید، همکاراش ازش میخندیدن مسخرش میکردن، میگفتن این حسن اجلالی دیوونه است، یادش میره که کی هست، به همین خاطر هی میگه خودش. ما اولی که رفتیم آلمان دیدیم بابا به هر جا زنگ میزنیم اون میگه هر فلانی، اون میگه نمیدونم فاقا فلانی، یعنی آقا خانم فلانی. ما هم یاد گرفتیم تا یکی زنگ میزد خودمونو معرفی میکردیم. حالا این دوستم زنگ زده میگه کامپیوتر ما از کار افتاده بعد درستش میکنیم. نمیدونم من توی تشخیص صدا دوستان 7600 نفر روی فیسبوک هست، این فقط مال مردم تیویه، چند هزار نفر روی قسمت شخصی، چند هزار نفر روی ایمیل لیست من هستن، بعد چندین هزار نفرم نه اینجا هستن و نه اونجا. من از کجا بدونم از این 10-12 هزار نفر شما کدومید؟ اونم وقتی که دوستان ما ایرانی ها وقتی صحبت میکنیم خیلی همون صدامون نزدیک به همه، مخصوصا ماهایی که اینجا با آمریکایی‌ها سر کله می‌زنیم، وقتی یه صدای آشنا میاد این صدا با اون صدای ایرانی دیگه آشناست، یه نواخته. ببینید شما این دوستمون رو می‌شناسید؟ من می‌خوام از شما سوال کنم. میدونم حالا بعدم گله می‌کنی میگه آقا خب به خودم میگفتی، من از کجا بدونم شما کی هستی؟ اسمتو که نگفتی، شماره‌ت هم که نگفتی. ببین بشنو، شما تلفنی که زدید هدفتون چی بوده که یک خبری رو به من برسونید که کامپیوتر شما خرابه؟ خب من از وقتی نفهمم شما کی هستی نمیفهمم کامپیوترت هم با من چه کاری داره. بابا دو دقیقه چیه؟ 2 ثانیه بیشتر دقت کنید. اصلا سلام و درود پیشکشتون نخواستیم، بگید فلانی هستم در رابطه با این موضوع صحبت کردم به من زنگ بزنید، لطف کنید و اینا رو هم نخواستیم. بابا ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. بفرما ببینید شما یا بشنوید شما. آقای صحابی درود بر شما. یه اتفاقی افتاده فردا توضیح میدم، کامپیوتر رو بستیم. حالا فهمیدم آقای شهافر هستن.
الان فهمیدم آقای جاوید شهافم نازنین قاضی مملکت ما، خب من به جایی که دوبار سه بار گوش بدم تو جریانات حاضر شدن برای برنامه زنده نفهمم و متوجه نشم، چقدر ساده است که شما بگید من جاوید شهافر هستم و کامپیوترها اینجوری شده. چقدر خوشحالم که من قبل از اینکه اینو بگم به دوستان گفتم که آقای جاوید شهافر، دوستانی که سوال میکنید چی شد آقا ما هرچی میریم یا موزیک یا خاموشه، گفتم که یک نانجیبی آمده نانجیبی کرده و سیستم شما رو ریخته به هم. من حالا فهمیدم که این آقای شهافر، اون موقع داشتم کار ویدیویی انجام میدادم، داشتم حاضر میشدم برای برنامه کانون آوا و الی آخر. نمیدونم والا، بعضی وقتا میگم که خب من حالا اینو نگفته بودم اگه 10 دقیقه دیگه دوباره گوش دادم، ولی خب یه وقت ممکنه من 10 بار گوش بدم نفهمم، بازم نگم، بازم هی تکرار کنم. این دوست عزیزمون خانم نیر ورداشته گویا اون چیزی رو که ما نوشتیم درباره امیرطبیب برای دوستان فرستاده، بعد میگه ببخشید من نخونده یا ندیده برای دیگران فرستادم. خب این کار اشتباهه. اگه شما برنامه های سوربی رو قبول کرده بودید به جای اینکه هی یکی بگه جاوید شا جاوید شا جاوید شا، شما بگید بله 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 جاوید شا، بابا شا مرده زیر خاکه. شما چه فرقی دارید با اون حزب اللهی که میره یک مقبره بزرگی برای آقای خمینی میسازه؟ اون داره مرده رو میپرسته، شما هم دارید مرده رو میپرستید. چیزی که از مرده شما تاج داره، مرده اون عمامه داره. حالا هر دوی اینها هم تو اون دنیا احتمالا بدون تاج هستن و بدون عمامه، ولی شما دوتاتون مرده پرستی، چه شاه اللهی چه حزب اللهی، دوتاتون مرده پرستی. آقای امید امیدوار به من میگه شاه اللهی کلمه غلطیه. امید جان ببخشید نمیخوام بگم شما بی سوادی، شما اگر تو ایران بودی و مطالعه داشتی میدونستی که به شاه دوستانش گفته بودن خدایگان. این خدایگان سایه خدا، همون الله خودمونه. پس شما شاه اللهی شدی بدونی که خبر داشته باشی. اگه خواستی یه وقتی با هم صحبت میکنیم، ولی چون من سابقه بدی دارم، دیدم که شما آدم عصبانی هستی با وجودی که کسی که کارات میکنه کار میکنه refrain from violent behavior، یعنی شما باید از کارهایی که خشونت زا هست دوری کنی، ولی به نظر میرسه شما بچه کوچیک موچیکی بودی از بس کتک خوردی رفتی کارات یاد گرفتی. این آدم ها خطرناکن. این آدم ها تا یکی میخواد بهشون حرف بزنه، حالا اگه بگیم بروسلی، بروسلی بیچاره آدم های بد رو میزن، ولی شما همه رو میخواید بزنید. و اینجا ببخشید من از خدا همه که شما یه مشت به من بزنید. اولا بهت نشون میدم یه مشت بزنی چه بلایی به سرت میارم، دوم من چوبی در آستینت میکنم که خونه تو، گریت فارس تو، نمیدونم مطب خانم تو، همه اینا رو مجبور بشی بفروشی. عزیز من قرن قرن 21مه، کام داون و با هم دوست باشیم و با هم صحبت کنیم. مرسی. خب دوستان عزیز، ساعت 2:56 از چند دقیقه دیگه میریم آگهی ها رو میبینیم برمیگردیم. و امروز داشتم براتون توضیح میدادم، به روز زحمت کشیده بود، لینک ها رو فرستاده بود، چقدر هم لینک فرستاده بود، ما هم زحمت کشیدیم چند تاشو درست کردیم، بعد این برنامه ما رفت تو حالت کما دیگه هم درست نشد. دیدید یادتون اون وقتا یک شیشه بود، میگفتن شیشه عمر، شیشه سنگی بود، شیشه شنی، ساعت شنی بهش میگن، اینجا بهش میگن آور که یعنی ساعت و زمان. اینها یادم رفته، در اصل یه شیشه بود اینجوری میچرخوندن برای تخم مرغ پختن، اینا هم استفاده میکردن. کامپیوتر اون وقتا اینو هی به شما نشون میداد، هی پر میشد دوباره واژگون میشد دوباره واژگون میشد. بعد برداشتن یه بار درست کردن که منو یاد اون رادیوهای فیلیپس قدیمی مینداخت، شما روشنش میکردی تا این لامپا، حالا همه میگن این سوربی چند سالشه، تا این لامپا میخواست گرم بشه و درست بشه و اینا، یه چیز سبزی به شما نشون میداد که این پروسه چقدر دیگه طول میکشه. خیلی هم قشنگ بود، اصلا وقتی هم بعد دیگه شروع میشد این سبز اونجا بود. کامپیوتر شروع کرد وقتی یه چیزی رو برای شما داره پروسس میکنه، پروسه یا این مراحل انجام رو به شما نشون میداد که الان اگر از صفر شروع کردیم و قرار تا 100 برسیم، بله الان 50 هستیم، بعدن 80 هستیم، بعدن 100. پدر سوخته ها این رو هم خراب کردن، هی میرسه تا 100 دوباره یکی دیگه شروع میشه، دوباره میرسه به اونجا دوباره اون شروع میشه. بعد از اون آمدیم ویندو ویستا و ویندو 7
و حالا ویندوز 8 یه دایره رو گذاشته بهش میگن بلو سیرکل، همینجوری دور میزنیم. یعنی فکر کنم میخوان من و شما هم اینجوری کنیم، یا گردنمون که از صبح نشستیم کامپیوتر نگاه کردیم ورزش کنه، یا اینکه هیپنوتیزم بشیم. شما به هیپنوتیزم باور دارید؟ این آقای مسعود انصاری، من چند بار چالشش کردم، به چالش کشیدمش، چالنجش کردم که آقا شما که میگی هیپنوتیزم میکنی، من میام میشینم اینجا، دوربینم میذاریم، دوربین ضبط کنه شما ما رو هیپنوتیزم کن. چون یه آقای رو برده بودن چلو کباب داده بودن، یه آقای آمریکایی آوردن خوابوندنش، بعد بهش گفتن که خب شما الان میخوابی، خب بنده خدا چون چلو کباب ایرانی خورده بود خوابید، بعد گفت حالا بگو ببینم چه کسی میآید. این دوستان مال 20 سال 25 سال پیش ها، تلویزیون ایرانی فکر نکنید امروز بدن، از همون موقع با پروفسور انصاری ما فرهیختگان به اینجا رسیده بودیم. اون آقا هم چون این حیث داشت میزد حالا بگو ببینیم، میگفت یک نفر میاد، یک آقایی هست فلان، تعریف های آقای رضا پهلوی رو میکرد. بعد آقای چیزم میدونی صداش خیلی تون بالایی داشت، بله بله میآید، بله ناجی ما میآید. آقای امروز جمعه است، بریم تو قبرستونا دنبال آقای پروفسور انصاری. آقای انصاری میآید میآید، چی شد؟ ناجی شما نیومد، شما به این نتیجه رسیدید که برید خدمت پدرش. در صورت روان ایشون هم شاد، یادش گرامی، هر وقت کتاب مینوشت بنده خدا کتابش رو برای من میفرستاد و من کتابش رو توی برنامه ها نشون میدادم. شما هم اگر اهل کتاب نوشتن هستید، کتابتون رو اگر پست کنید برای ما، ما در برنامه نشون میدیم. و آمریکایی‌ها میگن پروموت نمیدونم تبلیغ کردن، اینها میشه. مثلا این آقای دکتر نصر احمدی وقتی کتاب قانون اساسی رو نوشت، بنده در فرانسه بودم، زنگ زدم برای من، گفتم من فرستادم برات، ولی جوابی نشنیدم. گفتم برای که من فرانسه هستم و اینترنت اینجا اوضاع خوبی نداره، به آمریکا که برگشتم با شما تماس میگیرم. تماس گرفتیم و دیگه حاصلش رو شما دارید میبینید که الان چندین برنامه ایشون داشته. خب بسیار ممنونم. آقای چمنارا در رابطه با مجاهدین و در رابطه با مقاله آقای علی اکبر راستگو یک کامنتی نوشته بودن، من از ایشون دعوت کردم که در برنامه مهمان ما باشن تا در رابطه با اون موضوع صحبت کنن. ایشون نوشتن که حتما با شما خواهیم بود. مرسی. آگهی ها رو ببینیم برگردیم. اگر شما هم سرویسی یا خدماتی رو ارائه میکنید مخصوصا برای جامعه ایرانی، از سرویس و خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. ممنونم که بیننده ما هستید، با ما باشید، برنامه رو ادامه میدیم. و پس از اون ساعت 4 با آقای حسن ارشاد، هنوز یادم رفت که اینو بگم، یا بالاخره چند تا از این ویدیوها رو که شد حدود 18 دقیقه براتون گذاشتم، پس من امروز حدود 20 دقیقه زودتر برنامه رو به پایان میبرم تا از صحبت‌های من نجات پیدا کنید و اون ویدیوها رو ببینید. ممنونم از بهروز عزیز. ضمناً احتیاج داریم به کسی که اسپانسر بشه، سپورت کنه. بهروز اونجا زحمت میکشه، من اینجا زحمت میکشم، خب اون دوتا آقا اینا دیوانن، عاشقن، مجانی. حالا پول ایرتایم، پول اینترنت اینا رو بدید. ببینیم و برگردیم. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله‌کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته، از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست. ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم.
دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی، بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 079-58-21-19-11. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می سازد. دوستان عزیز سلام، مجدد خدمت شما، ممنونم که با ما بودید و هستید و بریم روز جمعه رو یه جوری برای شما به پایان ببریم تا آماده بشید برای روز شنبه و یک شنبه که گفتم اینجا میگن ویک اند ولی اشتباهه، چون همون موقع یک شنبه رو میگن اولین روز هفته، بالاخره ویک اند اول هفته است. چیه کاکو جون یادت آوردم؟ چی رو یادم آوردی؟ آها، باریکلا، یکی از دوستان برای من نوشته بود، یادم نیست، جاوید ایران، جاوید تو، یه چیزی گفتم یاد من بیار در رابطه، آها من در جواب براش نوشتم جاوید شاد، گفتم الان این فکر کنه منم شاهولایی شدم و میگه که بابا حماقت تا که هیچ چیزی جاودانه نیست، حتی اون حضرت نوح هم که گفتن عمر زیادی داشت بعدن فهمیدن اینا بلد نبودن، اینا یه ماه رو فکر میکردن یه ساله، مذهبی ایشون 900 ماه زندگی کرده بود، اینها فکر میکردن 900 سال زندگی کرده. یک زمانی بود این ایرانی ها مخصوصا ورزشکارا و ارتشیا و اینها دور هم جمع شدن یک مهمونی گذاشتن قدردانی کنن از ورزشکاران و اینها، و توی کالیفرنیا خیلی هم حالا که فکر میکنم اون موقع بابا پول خرج میکردن، الان همه بچه ها پولا رو خوردن و بردن، بابا هم دیدن آقا به جایی نرسیدن، گفتن بابا این پولی که مونده برای خودمون و کفن دفن و نوه ها و مدرسه و اینها، ولی اون موقع پول خرج میکردن. یک مهمونی گذاشتن به اصطلاح چی میگن، تشکر نه شکرگزاری نه، بزرگداشت ورزشکاران ایرانی، مخصوصا اونایی که اینجا هستن از آقای موحد گرفته و دیگران، و توی اون برنامه گویا یک افسری مثلا یادم آقای علی سرشار رفته بود، برادرش بهروز سرشار رفته بود و اینها، و توی اون یه نفر آمده بود صحبت کرده بود، آخر صحبتاش که احساساتی شده بود و اینها گفته بود جاوید شاه، بعد یه چند نفر دست زده بودن، یه چند نفر ناراحت شده بودن، گویا آقای موحد که خودش یکی از اونهایی هست که به اصطلاح چوب تر رژیم شاه بهش خورده بوده و اینها، ول میکنه اون مجلس رو، میاد بیرون، بعد دوستان میان میارنش تو، میگن بابا این نفهمیده اینجور و اونجور، و چون شاه اللهی ها معمولا ترسو هستن مثل خودش را که فرار کرد، اینها هم فوری حرفشون عوض کردن به روز جان. طرف گفت آقا من پیر شدم، این دندونام مصنوعیه، من میخواستم بگم جاوید شاد، گفتم جاوید شاه. ببینید چقدر دروغ میگن اینا، بیچاره، مخصوصا حالا که دیگه پیر شدی، اگر باورت اینه که اعتقاد داری به شاه، از چی میترسی تو کالیفرنیا باورت رو قایم کنی بگی من میخواستم بگم جاوید شاد؟ شما دوستان فرهیختگان فارسی دانان تا حالا جاوید شاد شنیده بودید؟ یعنی برای همیشه شاد باشید؟ اینا خیلی قشنگ گفتن پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود، کجا؟ تو کدوم آشغال دونی یه نفر میاد بگه جاوید شاد که این عقب افتاده؟ احتمالا الان دیگه مرده، چون اینا همهشون پاشون لب گور بود وقتی میمدن تو این مجالس. در صورت اینم ماجرای جاوید شاد. بعد از اون بدتر این آقای علی سرشار، میدونید گربه ها وقتی کثافت کاری میکنن با پاهاشون خاک میریزن رو کثافت خودشون، آقای علی سرشار این وظیفه رو برای اون میخواست انجام بده، اون کثافت کاری کرده بود، این میخواست خاک بریزه روی کثافت کاری اون. در صورت اینم از خب
میگن که در ایمیل قبلی فراموش کردم که به یک مطلب اصلی اشاره کنم. اتفاقا وظیفه اصلی که شاهنشاه آریامهر برخلاف اصول قانون اساسی مشروطه به خود واگذار کرده بود، یعنی دخالت مستقیم در کلیه امور کشوری و لشکری و امنیتی و سیاسی و غیره کشور، شباهت زیادی با وظیفه خدمتی شما که خلبان هلیکوپتر بودید دارد. به این معنی که شما خلبان هلیکوپتر در هنگام پرواز و اجرای مأموریتی تنها فردی هستید که اگر مرتکب هر گونه اشتباهی می شوید نتیجه اش سقوط هلیکوپتر و نابودی سایر سرنشینان و صد البته خود شما می گردید و همچنین بود مأموریتی که شاه ایران برای خود تعیین کرده بود و در نتیجه اشتباه کشور را برباد داد و هزاران شهروند را به کشتن داد و خود و خانواده‌اش را تبدیل به یهودی‌های سرگردان کرد. دوست گرامی، فرمانده ارتشی که در حال جنگ با دشمنان کشورش میباشد فرمانده ارتشی که در حال جنگ با دشمنان کشورش میباشد ناگهان محل خدمتش را ترک کند و قبل از ترک جانشینی را برای خود تعیین نکند، چنین فرمانده‌ای را باید در یک دادگاه صحرایی سریعا محاکمه و سپس به جوخه آتش سپرد، نه آنکه پس از مرگش ادعی او را تبدیل به یک بت قهرمان کرده و در وصف کارهای خوبش شاهنامه دیگری بسراید. انجام کار خوب وظیفه هر کس، مخصوصا وظیفه هر مسئول، پادشاه، رهبر، رئیس جمهور، وزیر، فرمانده و یا کارمند دونپایه است و ملت اشخاص را در جایگاهی نمی نشانند که هر روز مرتکب خطا گردد و عده‌ای خواهان آن باشند که کارهای خوب و بد او را سبک سنگین کنند که کدام بر دیگری برتری دارد. تنها یک خطا کافی بود که کشور را به این روز سیاه بنشاند که شوربختانه نشان. لطفاً به نوشته پیوست نگاه کنید، شاید مفید واقع گردد. من هفته پیش که آقای آریان پور رو دیدم از ایشون خواستم، میدونم الان دیگه براشون خیلی مشکل شده رانندگی کردن، مخصوصا تو منطقه که ایشون زندگی میکنه مترو ساختن و ترافیک ویرجینیا واقعا به نسبت 3 سال قبل 5 سال قبل میتونیم بگیم 10 برابر بدتر شده. بهشون گفتم ببینید به جای ماشین و اینها شما از تلفن، از اسکایپ استفاده کنید برای من و برای دیگران. حالا که شما این شهامت و شجاعت رو پیدا کردید که تجربیاتتون رو به ما بگید، منتقل کنید، این رو از ما دریغ نکنید. و ایشون قرار شد این کار رو انجام بدن. البته میدونم ایشون چون خیلی زبل و باهوشن، میدونن که بعضی ها هنوز هم از سفر تابستانی برنگشتن و میدونید که دوشنبه اینجا لیبر دی هست، روز کارگر آمریکا، همه چیش وارون است. لیبر دی بعدش دیگه هر مدرسه ای باز شده. خیلی از مدرسه ها هفته پیش شروع شد، خیلی هاشون هفته پیشتر، خیلی هاشون هم سه شنبه باز میشن. فکر کنم از بعد از سه شنبه ما میتونیم به آقای آریان پور هم بگیم بازم مدرسه‌مون دیر شد، آقای آریان پور تشریف بیارید و یا حضوری یا با اسکایپ یا با تلفن ما رو بیشتر آگاه کنید که چه گذشت. به قول شیرازی ها چی تو شد که ای تو شد. و اما great بله، اینم دوستی ما داریم میگه شما برو ماشین دیزل های جدیدی که آمده بخر ببین چی هستن اینها. والا میدونم، تبلیغاشون رو دیدم، فولکس واگن اینها خیلی پیشرفت کردن. خب بله، پس معلوم شد که اون پیام آقای جاوید شهافر بودن و گفتن که کامپیوترامون امروز خاموش کردیم تا یک لیف و صابون بزنیم. اب نداره، روز جمعه است، الان اونجا شنبه است توی استرالیا. و من به همه گفتم، دیروز با دوستانم بودم و چند تاشون میگفتن که به این تکس فرستادن اطمینان نکنید، شما میفرستید فکر میکنید اون گرفته ولی اون نمیگیره. بعد یکیشون پیشنهاد کرد که بهترین کار اینه که هنوز هم مثل قدیم که تلفنامونو شب خاموش میکردیم میزدیم تو برق، حالا اگه شب هم خاموش نمیکنیم هفته یه بار خاموش رو روشن کنیم، چون تلفنهامون خودشون رو up to date میکنن، یعنی پروگرام های جدید، اشکال های جدید اگر چی باشه چی میکنن. از اون گذشته این همون لیف و صابون خودمونه. اگه اینترنتتون اینجا میگن کلادر خیلی شلوغ شده باشه،
اینایی که چی میبافتن میگفتن پت شده، یعنی ریخته به هم خودش گره خورده، اون درست میشه. تا چه اندازه درسته من نمیدونم، شما هستید که باید این رو آزمایش کنید و امتحان کنید و ببینید تلفنتون بهتر کار میکنه، سریعتر هست، حتی میگن تکس رو سریعتر میفرسه. دیدید اگه یه عکس میخوایم بفرستیم الان مثلا 30 ثانیه طول میکشه تا برسه به آخر، امتحان کنید بعد همون عکس رو بفرستید ببینید چند ثانیه طول میکشه. من و تو، نه تلویزیون من و تو، من و تو. من اگر کافر و دین و خرابم به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ تو اگر مستعد نوحه و آهی چه به من؟ من اگر عاشق سنتور و ربابم به تو چه؟ تو اگر غرق نمازی چه کسی گفت چرا؟ من اگر وقت از آن غرفه غرقه بخوابم، من اگر وقت از آن غرقه بخوابم به تو چه؟ تو اگر لایق الطاف خدایی خوش باش، من اگر مستحق خشم و عتابم به تو چه؟ دنیا گرچه سراب است به گفتار شما، من به جد طالب این کهنه سرابم به تو چه؟ تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص و من از رایحه مثل گلابم به تو چه؟ من اگر ریش ستیغ کردم از بحر ادب و اگر مونس این ژیلت و آبم به تو چه؟ تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی، من اگر درکش باده نابم به تو چه؟ چون بخشن بالاش او رو گذاشته ولی ده هم گذاشته. تو اگر طالب حوری بهشتی خب باش، من اگر طالب محبوب معشوق شبابم به تو چه؟ تو اگر از ترس قیامت نکنی عیش عیان، من اگر فارغ از روز حسابم به تو چه؟ یه شعری رو این همشهری ما، اگه اشتباه نکنم ایشون کلیمی هم باید باشه، کیه میاد شعر میخونه و خیلی هم تازگی ها به اصطلاح چی میگفتن اون وقتا، میگفتن سوکسه پیدا کرده، یعنی طرفدار پیدا کرده. I gave up the phone, it is not working yet, I'm watching you from Tijuana, Mexico. ببینید طرف دوستون از کالیفرنیا رفته مکزیکو، اونجا هم نشسته برنامه ما رو نگاه میکنه. ممنونم از سعید عزیز، و سعید بعدن برگرد نگاه کن وقتی رسیدی خونه یا یوتیوب یه جایی بود، یه دوتا نق به شما زدم، تلفن تقصیر توئه که خرابه، نه اینکه زیاد استفاده میکنی خرابه، برای که تو باید مسئولش باشی. این قسمت تلفن دست شما، بهت کانتکتشو میدم، اینفورمیشنشو میدم، لینکشو میدم، هر وقت دیدی کار نمیکنه برای اونها یه تماس بگیر، بگو آقا کار نمیکنه، به جایی که به من بگی کار نمیکنه مستقیم به اونها بگو کار نمیکنه. چین آف کامند از بین ببریم، شما خودت باشو فرمانده قسمت ارتباط تلفنی و رادیوی ما. مرسی. ساعت 3:15 است، برگردیم باز بریم اینجا ببینیم براتون چی گذاشتیم. بله این آقای چیه، پیشواو که نمیدونم یه هم چیزی آمده بود یه شعر خونده بود، هم برای ما چپ و راست میفرستادن. بعد میدونیم ما که اینجا هستیم وقتی یه چیزی میاد رو اینترنت قربونش برم از 30 دوست ما اینو میگیریم. اگه به یکشم گفتیم آقا تو اون سابجکت بالا، تو اون موضوع مینوشتی این چیه که من دوباره باهاش نکنم، قهر میکنه دیگه برای من نمیفرسته. اوکی ما هم تحمل میکنیم، یکیشو نگاه میکنیم، اونای دیگر رو هی نگاه میکنیم، پاک میکنیم. این آقا اومد یه شعری خوند برای ملاها و اینا، من اینجوری هم به تو چه، تو اونجوری به من، همه چه. ولی ایرانی ها که تا آخرش نگاه نمیکنن. به ایرانی میگفتم آخرش دیدی که میگه اگر ملا و آخوندم این کارا رو میکنن به من و تو چه؟ بعد همشون گفتن جدی همچین چیزی رو گفته؟ گفتم عجب دوست نارفیقی هستی، شما بدونی که تا آخرش نگاه کنی، نه یه خانم شما تنها نیستی، شما بدونی که تا آخرش نگاه کنی این رو برای من فرستادی. این آقا همه اینا رو گفت که پول بسازه، ولی آخرش به من و شما میگه آخوندم هر کاری میکنه به من چه؟ اینو ما نمیفهمیم. بعد میریم 60 دلار 70 دلار میدیم تو صف کنسرت و فلان، بعدم میام میگیم آقا ما عجب انقلابی کردیم امشبا. درسته که انقلاب حقیقی رو بعد که میرسید خونه، چون قبلش هم رفتید خوراک خوردید، اون موقع انقلاب میکنید، دستشویی ها و توالت ها و اینا. یه دوستی من گفت که آقا شما هی یاد مردم نده که چجوری وایس میل استفاده کنم. گفت تو مهمونی ها وقتی که، بعدم براتون میگم، دوشنبه سشنبه میگم، الان جمعه است میخوام بریم خوشی و خنده و اینها، اب نداره یه وقتی براتون میگم بریم
چون وقتی اوضاع مهمونی ها رو میگیم بعضیا بعد گله میکنن میگن آقا به من بودی، میگن مگه شما هم اینجوری هستی؟ خب آقای مختار حسین زیبایی رو شما میشناسید، شخصی که ایشون هم مجاهد بوده، شخصی که روی صندلی چرخدار میشینه و مجاهدین ازش حقیقتا سوء استفاده کردن، آوردنش در تظاهرات جلو کاخ سفید، آوردنش جلو سازمان، جلو وزارت امور خارجه تا وقتی که میخواستن از لیست تروریست بیرون بیان. همچین که از لیست تروریست بیرون آمدن و این بنده خدا برگشت لاس وگاس، خودش به من زنگ زد و گفت حتی دوست شما آقای فیلابی هم یه زنگ به من نزد. و آقای فیلابی پهلوان هستی یا یه زنگ به آقای مختار حسین زیبایی بزن، کسی که عکس اکسری بدنش رو فرستاده بود، قد یه مغازه مکانیکی پیچ و موره تو بدنش هست، تمام استخونهاش رو زدن و شکستن. بله، ایشون داره راجع به مانور اخیر اقتدار سارالله بسیج و سپاه پاسداران در ده ها شهر مختلف ایران صحبت میکنه. ببین آقای مختار حسین زیبایی، خودت اذیت نکن، برای دوستان شماره بذار، مثلا یه پاراگراف که منویسی پایینش بنویس دوستان هر کس به اینجا رسید برای من بنویس یک، دومیش بنویس هر کس به اینجا رسید بنویس دو. ببین چند نفر از ما ایرانی ها تا آخر این رو میخونیم. بعد تازه شما به اینها گفتید چه کار کنن، چه باید کرد، آیا برنامه هم دارید؟ بعد از اینا بپرسید که آیا این کار رو انجام میدن. یه هفته دیگه باشون تماس بگی، بگو آقا این برنامه که من گفتم رفتی مثلا ترقه بندازی زیر پای سارالله، چند تاشون خودشون خرابی کردن، اینا رو به شما گزارش بدن. امیدی نیست آقا، امیدی نیست. خب آقای مهدی ذوالفقاری لطف کردن آخرین اخبار 12 شهریور رو فرستادن، امروز 13 شهریور 1394 هست، 4 سپتامبر 2015. ممنونم از ایشون، سعی میکنم هفته آینده یه روزی هم با ایشون باشم. و اما این تصویر رو دیشب هم توی اینترنت دیدیم، هم توی تلویزیون های مختلف، و نوشته ای که روش هست جالبه و واقعا هم درست میگه. میگه تصویری که همه ما را منقلب کرد یا منقلب میکند. این عکس یه پسر 3 ساله اهل سوریه است که با مادرش و برادرش و خواهرش اینها توی یک کشتی بودن، کشتی که نمیشه به اینها گفت، یه قایقی بودن، این قایقه چپه میشه و اینها میمیرن و جنازه این بچه میاد به ساحل. این عکس، بچه نخوابیده اونجا، عکس جنازش. حالا با وجودی که هممون احساس و ابراز تأثر و ناراحتی میکنیم، ولی بعدش دیگه ما هیچ کدومون هیچ کاری انجام نمیدیم، بعدش هیچ کدومون زنگی نمیزنیم به نمایندمون، به این به اون، بگیم آقا خانم تو رو خدا اینقدر جنگ توی دنیا راه نندازید، برید دنبال تکنولوژی دیگه، میدونیم تمام ریسورساتون تموم شده، میدونیم دیگه مایه‌ای براتون نمونده بجز این که 4 آهن پرا رو با قیمت خیلی زیاد بفروشید به این کشورهای بدبخت، ولی بگردید یه راه دیگه‌ای پیدا کنید. و این اگه جنگ راه نندازید، اینا تو خونه و محل زندگیشون نمیان پدر بزرگ و پدر و خانواده رو ول کنن بیان یه جای انون، یه جای ناشناخته که تازه باباش حالا واسن 30 سال 40 سالش باید بره زبان یاد بگیره، بچهه باید بره اونجا و 1001 مشکل در آینده منتظرش هست. یه ویدیویی رو من رو فیسبوک گذاشتم، حتما از فیسبوک مردم تیوی دیدن کنید، لایک بزنید، برای دیگران بفرستید، شیر کنید با دوستانتون. یه پسر سوریه‌ای میگه شما جنگ رو تموم کنید، ما از سوریه جایی نمیخوایم بریم، ما این کشور رو دوست داریم، اینجا بزرگ شدیم، اینجا خواهیم بود، شما جنگ را میندازید، ما رو در به در میکنید که بازم به یه نوع دیگه بتونید از نیروهای ما با قیمت ارزونتری تو کشورها استفاده کنید. چجوریه که یه دکتر تو ایران حاضر نیست بره تو یکی از دهات ایران، ولی میاد اینجا تو سبزی فروشی کار میکنه، از صبح تا شب با کود و مواد شیمیایی و فلان اینها برای ساعت 15 دلار، چون اینها بلدن چجوری بچرخونن که طرف سوار قایق بشه، جونش رو به خطر بندازه. خود شما ببینید چقدر خطر کردید، چقدر ضرر کردید توی از این کشور به اون کشور اومدن. بله رسیدیم اینجا، بهترین کشور دنیاست، خداییش باید درست بگیم دیگه، ولی
چند روز پیش با یکی از دوستانمون که مسئول رادیویی هست اینجا صحبت میکردیم، گفت که آقای سلیمان من متوجه شدم من شدم عمله دیگران. گفتم خب مملکتی که با بردهداری قوی شد تو دنیا، اصلا طرف یه دفعه داشت توی ویدیو صحبت میکرد، میگفت آمریکا اقتصادش تا اونجای جون گرفت که از کار مجانی داشت بهره میبرد، از کار برده ها نه پناهندگان. البته پناهندگان الان همون کار داریم انجام میدیم مجان، و دیدید که بعدش موند و دیگه الان میبینید که کاملا عقب افتاده از کشورهای مثل ژاپن و چین و حتی این مکزیک و نمیدونم اینا، هم دارن سری تو سرا بلند میکنن و اینجا همش فکر اینه که ما اینجا جنگ کردیم حالا بریم اونجا جنگ کنیم، بازم اونجا این یه آهن پاره رو بدیم 3 میلیون، اونو بدیم 10 میلیون. و اما وابستگی به اقتصاد اسلامی مانع بزرگ در اجرای طرح مدرن اقتصادی است. قربونت برم، این اقتصاد اسلامی که گند زد به سیستم بانکداری ایران، گند زد به سیستم اقتصادی همون خراب دوره شاه، چی دارید میگید شما راجع به چیزایی که موجوده و مردم دیدن؟ دیگه چرا دارید هی وقت خودتون رو تلف میکنید؟ میدونم وقت منم وقت شما رو دارم تلف میکنم با چیزایی که اون گفته دارم میگم. وقتی شما میبینی که از ایران ماشینای نو ایرانی رو تحریم کردن و میگن آقا اینا 500% استفاده میبرن روی ماشینا، اولا دولت چرا خودرو داشته باشه، کارخونه ماشین سازی داشته باشه، اینو بدید به مردم، بعد مردم با هم چیز میکنن، مبارزه نه چی میگی؟ اصلا دیگه بعض وقتا کله آدم قفل میشه. اون تبلیغ میده، همینجا شما روزنامه یه شنبه رو باز کن، اون یکی تبلیغ میفرسته 3 تا نوشابه 10 دلار، اون یکی میفرسته 5 تا 11 دلار. خب من میرم اون 5 تا 11 دلاری میخرم چیز سالم. چی میگیم خدایا بگید دیگه؟ مبارزه نه. وقتی دو نفر با هم زور آزمایی سالم میکنن، نبرد سالم هم نه، یه چیزی، حالا بعدا خودتون میدونید منظورم چیه، بنویسید، اونایی که برنامه رو میبینن بنویسن. آخه بیشتر بدبختی ما اینه که بعضیا برنامه رو که میبینن میگن ما از خنده افتادیم رو زمین، داریم میمیریم و داریم غلط میزنیم و نمیدونم از پنجره افتادیم پایین اینها. و اما خانم نزهت یحیی‌زاده باز هم شاهکار کرده و مصاحبه خانم عسل پهلوان، این خانم عسل پهلوان نابغه است، ایشون وقتی انقلاب شده گویا 1 ساله بوده، روزنامه ها رو باباش می آورده، خیلی عصبانی بوده، مینداخته اونجا، ایشون روزنامه ها رو میبرده تو اتاق میخونده. ما چنین نابغه هایی داریم؟ ما نگاه نکنید حالا امروز میشین تو کانال یک مصاحبه میکنه، اینا نابغه هستن. وقتی بود که خانم نوشین انصاری کی بود؟ انوشه انصاری رفته بود کره ما، خانم‌ها به هم دیگه تبریک میگفتن. توی مهمونی یه دوستمون گفت که من انقدر خوشحالم به امید روزی که همه خانم‌ها برن کره ما. البته منظورش این بود که برن دیگه برنگردن. اون خیلی زبل بود. نگفت من بچه شیرازم ساده هستم گفت. این خانم عسل پهلوان رو هم باید سوار یک سفینه‌ای کنن به همراه پدرش بفرستن کرات دیگه. چون واقعا ایشون از سر کره زمین زیاده. داشته مصاحبه میکرده با آقای تبرزدی، حشمت الله تبرزدی، صدای ترقه میاد از اون پشت، تق تق تق. بعد اینها هم میرن ببینن کیه تیراندازی میکنه به جان مهم ایشون، یه وقت تیراندازی شده و نمیدونم سوء قصد شده و اینها. بعد اون بنده خدایی که تو اتاق کنترله، خب میبینه این بلند شد رفت، آقای تبرزدی که داره مصاحبه میکنه بلند شد رفت، تصویر رو چیز میکنه. آقای خانم عسل پهلوان که منتظر بوده مثل اون اتفاقی که اینجا تو ویرجینیا افتاد و خبرنگاره کشته شد و فیلم برداره کشته شد، حالا حشمت تبرزدی هم کشته بشه و اینها معروف بشن، به اون مسئوله میگه نه بذار باشه تصویر، بذار ببینیم چی میشه. خانم عسل پهلوان، گیرم که اینها ترقه نبود و تیر بود، گیرم که این بیچاره حشمت الله تبرزدی بعد از 16 سال زندان زدن و کشتنش جلو تلویزیون. شما این فیلم رو چقدر میخوای نشون بدی؟ ازش چقدر میتونی بهره سیاسی که نه، بهره مالی ببری؟ بعدش چی؟ یادمه من توی تلویزیونی کار میکردم،
بهش میگفتیم که بابا این آقای بهار و آقای مصطفی، دکتر مصطفی هروی، یه لیوان آبی بذارید اونجا که وقتی یکم با بیننده ها صحبت میکنن فشار خونشون میره بالا، آب که بنوشید فشار خونتون میاد پایین. طرف میگفت که تو بچه‌ای، من از خدامه که یکی از اینا جلو تلویزیون بمیره. صبح اون وقتا صبح برنامه رو شروع میکردن، شبا خاموش میکردن میرفتن خونش، صبح برنامه رو با این ویدیو هر روز شروع کنن. و ما یه جامعه مریض اینجوری داریم، مجریش منم، مجریش خانم عسل پهلوانه، مجریش آقای عباس پهلوانه که من بهش میگم صدای شما به کار روزنامه میخوره. میدونید یعنی چی؟ یه دوستی داریم خیلی گنده است و اینها، هر کی بهش میگه برنامه تو دیدم میگه بله البته قیافه من به کار رادیو میخوره. حالا صدای آقای پهلوان، عباس پهلوان هم به کار روزنامه میخوره، نه رادیو نه تلویزیون. در صورت اینم از جمعه، خب بیش از این برای خودمون دشمن درست نکنیم، چون اینها وقتی باهات مخالف میشن دشمنت میشن. البته بارها گفتم حالا اگه خدایی هست، طبیعتی از هرچی، لطف کرده ما دشمنان ما را از نادانها انتخاب کرده. شما ببین از این بهتر که تلویزیون مجاهدین منو تلویزیون مردم رو نشون میده، میگه تلویزیون اجاره‌ای وزارت اطلاعات. یکی نیست از اینا سوال کنه بیچاره رجبی ما که میدونیم تو سواد نداری، رفتی زندان، هرکی هرچی یادت داده اونجا یادت دادن، ولی اگه میگی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات که دیگه احتیاج نداره اجاره بگیره، انقدر درآمد و پول داره، ولی تو سواد نداری، تو انقدر غرق در چی میگن زنبارگی و زنبازی شدی که دیگه مغزت کار نمیکنه. حشیش انقدر کشیدی، تریاک انقدر کشیدی، انقدر سرتو کردی تو چاه دنبال حضرت امام زمان گشتی که مغزت رفته پایین، چون سرت پایین بوده تحت بالا بوده مغزت رفته بالا، حالا مغزتو باید اون جای دیگه پیدا کرد. خب نگاهی به رسانه‌های بین‌المللی و واکنش رژیم در ارتباط با اکسیون افشاگرانه و اعتراضی علیه هجوم فرنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور با نمایش فیلم محمد در جشنواره جهانی. این رو چند نفر برای من فرستادن، به هر کدومشون گفتم شما حاضری بیای صحبت کنی، من ببینم اولا خود این فستیوال‌ها چه کاری انجام داده. فستیوالی که خودتون میگید که اینا رو ایران، اون آقای نمیدونم اصغر فرهادی و اون جدایی شیرین و فرهاد و نمیدونم شیرین چی بود، اینا رو اونا درست میکنن میفرستن، که چه کار کردید خودتون رو مشغول کردید به یه مش فستیوال و نمیدونم اینها، میرید اونجا تظاهرات میکنید، بعد اونا میرن ایران، اونا میگن ما پیروز شدیم، شما میگید ما پیروز شدیم. سر چهارراه دیدی یه مست و یه آدم معمولی میزنن به هم، هر دوشون میگن ما توی سبز آمدیم، و شما بلا فاصله میبینی بابا این یکی مسته، حتی اگه درست هم بگه شکت بیشتر به این میبره. در اصلا نمیدونم اگه هر کسی حاضر در رابطه با این فستیوال فیلم و اینها صحبت کنه تشریف بیاره، ولی هستن سازمان‌های آمریکایی که دنبال این کار هستن، که مثلا یکی از اونها دنبال همین بوده که فعالیت کنه و 34 نفر نماینده پیدا بشه که اون موزل 67 و 33 از بین بره، و تا امروز که میخوندم به 37 نفر رسیدن و جا داره که تبریک بگیم. البته چون 50مین سال مجاهدین هم هست، 120 هزار تا کشته دادن، آقای رجوی هم 50 تا زن گرفته، به اونها هم تبریک میگیم. کاکو جون برنامه دیروزت برای من خیلی محشر بود، آقای افشارها با آن شخصیت والا، آقای دکتر نصر احمدی با پرده برداری از نادر و کوروش و امیر کبیر. اگر بتوانید از دکتر ناصر انقطاع برنامه‌ای در این مورد داشته باشید بسیار آموزنده خواهد بود، چون ایشان میگویند سندهای بسیاری در این موارد دارند، یکی از این چند نفر راست نمیگوید. لطف کنید اینها را بیارید و ما آگاه بشیم. وظیفه شما به عنوان معلم و خبرنگار پیدا کردن حقیقت است، خواه تلخ باشد خواه شیرین. دوست عزیز من بارها گفتم من با وجودی که اینجا چند تا مدرک برای کار تلویزیون و اینها گرفتم، ولی هیچ وقت مدرسه خبرنگاری، کلاس ژورنالیستی نرفتم، ندیدم و نیستم. من نه خبرنگارم، به زبان خودمون اینا میگن ریپورتر، یا ژورنالیستم، محققم نیستم. من اگر خیلی به قول شیرازی ها هنونوی کنم، این هنونوی با تهرونی چی میگن، خیلی
به اصطلاح تلاش کنم یه دونه مجری تلویزیون ساده میتونم باشم. اونم چی؟ هنر مجری تلویزیون اینه که شما رو بتونه 5 دقیقه مشغول کنه که شما بگی حالا بعدش این میخواد چی بگه، وقتی دیگه کاغذش سفیده بعدش میخواد چی بگه. این یه هنر خاصی میخواد که به این آسونی هم نیست و همینجوری هم نمیتونی به دستش بیاری، باید از کامپیوتر هم کمک بگیری تا بتونی. What does Iran deal means to the future of Iran and its people؟ میگه این باز نیاک این رو فرستاده، میگه این توافقنامه چه کاری انجام میده برای آینده ایران و ما ایرانی ها. و اما بذارید براتون این رو بیارم که این در رابطه با صحبت های آقای حسن ارشاد، البته ایشون یه 2 دقیقه‌ای قرار شد برای من ویدیو بفرستن نفرستادن، اون شعری رو که دوستان بهایی، آقایان دوستان بهایی، خانمای محترم، دیگه شما قرار نبود کاپی رایت رو کش برید. گفت گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، شهر دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو. از پی دیدن رخت همچو سبا فتادم، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو. این شعر رو همتون شنیدید و دوستان بهایی میگن این رو خانم طاهره قرة‌العین گفته، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده. این مثل این که بر میگرده به اقبال لاهوری. حالا این اقبال لاهوری اگر اشتباه نکنم کسی بود که اون شعر رو هم خوند، یادت میاد که پارسال گاو مرا دزدیدی یا ربودی، یادت میاد از اون روز تا امروز خواب مرا ربودی. این توضیح میده به من و شما که آقا خانم، مخصوصا من به آقای شهافر این رو گفتم، گفتم آقای شهافر خود شما میگید این آدم دزد کلاه بردار بوده، ولش کن بره، وقتت رو تلف نکن، خود من این اشتباه رو کردم، حالا دارم حاصل اشتباه هم رو به شما میگم، وقت شما بیشتر از این ارزش داره که با این بگذرونی. یکی به من گفته بود که آقا چرا جواب پیام امیر سلیمانی رو نمیدی؟ گفتم سوالی کرده؟ گفت نه. گفتم وقتی سوالی نکرده جوابی نداره. گفت یه چیزایی نوشته. گفتم درست نوشته؟ گفت نه. گفتم خب وقتی درست ننوشته خود شما میگی غلط نوشته. طرف کلی خندید، بعدم گفت من برای شما 150 دلار میریزم به حساب. گفتم ای کاش که ما با هر کی اینقدر صحبت میکردیم 150 دلار بهمون میداد، میلیونر میشدیم. آمریکایی ضرب المثلی دارن، میگن مثلا من اگر این کلمه رو هر وقت که گفته بودم، مثلا راجع به وایسمه، هر وقت گفته بودم یکی از شما 10 سنت به من داده بود، من الان میلیونر بودم. توی همین صفحه، توی همین شعر، دوستان بهایی ها و غیر بهایی ها به جان هم افتادن، مخصوصا یکیشون نوشته که خیلی تو سرکله هم نزنید، این شعر برای طاهره قرة‌العین، بهایی ستیز ها بی خود وقتشون رو تلف نکنن و بحر طویل ننویسن. دوست عزیز وقتی میگی برای طاهره قرة‌العین یعنی یکی دیگه نوشته، درسته؟ خب خود شما که میگید که با این گفتتون میگید آقای ناصر ارشاد درست گفته. ببخشید این ناصر ارشاد نیست، حسن ارشاده، ولی چون آشنایی ما با اینها جایی شروع شد که ایشون خودش رو به عنوان ناصر الدین معرفی میکرد، ما همینجوری این کلمه ناصر و حسن و ارشاد و اینها قاطی شده. دوستان عزیز بذارید ما همینجا از شما خداحافظی کنیم. اون 18 دقیقه ویدیویی رو هم که بهروز زحمت کشیده و ما احتیاج داریم به یک کسی که اینها رو اسپانسر بشه، لازم نیست شما روزی 20 دلار بگید، بگید من روزی 3 دلار میدم، روزی 4 دلار میدم، روزی 5 دلار میدم، من اصلا 10 دلار میدم. ولی اینجوری ما میایم میگیم یه نفر پیدا شده 10 دلار حمایت میکنه، دوستان شما هم بیاین، همه بکنید یاری تا سربی توپولی اینجا بشینه و بکنه تلویزیون داری. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. دوشنبه با شما خواهیم بود و ساعت 4 بعد از ظهر یعنی 23 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران برای شما پخش میشه. مرسی.